اونو نخوری الان شده. نمیخوام باش. چی رو بذاری هیلا؟ اسمارتیز. خب ناهید خانم یار همیشگی، بذارید من فارم بیارم. فاهنیز نایمده بچه. در یه جا خوبی عزیزم، درود، درود به همگی. مرسی که همراه مونید. سرتون رو درد بودم ولی یه کوچولو اینو بگم و چون خودم خیلی خستم بچه، واقعا همین الان که اینجا نشستم دارم اینجوری میرم، یه خوابم هم میاد و دعا کنید این کارهای ما زود تموم بشه. درود به همگی. فا اومد، فا رو بیارم که دوباره میزنه دون تکسر به فا. اگه فیلترش کرد روشنه چیز کن، میگه فا نمیتونه بیاد تو لایو. یه بار دیگه درخواست بده. بذاریم ببینیم که فا رو من میتونم دوباره بیارم یا نه. نمیاد، اصلا نمیاد بالا که من بتونم بیارم بالا. فا فا یه بار دیگه درخواست میدی دخترم. دارم نگاه میکنم دره جا، دره میگه که این کانالش ها رو داره برام کتنگ نشون. دو شهر جذاب اگر از نظر توریست، یعنی چی میگن مثل دنبال تهران، شکل تهران و این هست، این اوساکا و توکیو خیلی معروفه، ولی از نظر طبیعت کیوتو هم خوبه. نه کیوتو میگن خیلی، من شنیدم کیوتو رو. و جزایرش هم که جزایر اوکیناوا که جنوب ژاپنه، اونم خیلی میگن شبیه قشم کیش و قشم خودم. خب بچه ها فا رو نمیتونم بیارم، میگه isn't accessible فا. چی کارت کنم من الان؟ دوباره نمیاد، هرچی میزنم میگه که فا experience isn't able. چرا نمیدونم. میخواییم دوباره قطع کنم و waiting for fa ببینم، خدا کنه که بس شده باشه. آهوی آمده چشه گوش نمیدونم. خب بچه ها این قبل اینکه به فا بگم، میگن کوبم جاپان استادی، ممنون از شما که خوب دارید ما رو راهنمایی میکنید این وسط. میگن کوبم خیلی بچه، هیروشیما هم خیلی خوبه. هیروشیما چیاش خوب بود؟ چی صدا تا دست دادن؟ میگم چیش خوب بود هیروشیما؟ هیروشیما یه جایی بود که با بقیه جاها فرق داشت. من همون کیوتو رفتم، نارا رفتم، توکیو رفتم، چی بود اسم اون شهر، اوساکا رفتم، اینا رو رفتم. ولی هیروشیما نکته جالبی داشت، اونم این که حست با همه شهرها توش فرق داره. اصلا همین که میری اون موزه صلح رو میبینی، همون جایی که بمب اتم افتاده و تو همونجا وای میسی، اصلا یه حس خیلی عجیبی که تو اون لحظه که مثلا اون بمب افتاده، برای یک ثانیه شاید کل جهان وایساده و تو اونجایی. الان واقعا حس، یعنی الان من یه جوری شدم خودم یاد اون حس افتاده. یه حس خیلی عجیبی هم یه جوری میشه، فقط کارتوناشو. آره واقعا من توصیه میکنم کسایی که رفتن هیروشیما برن، چون میارزه. همون موزه صلح رو ببینن، همون جایی که بمب اتم افتاده. بعد یه دونه چیزم داشت که جالب بود، همین جزیره بود که باید سوار فری میشدی و میرفتید، مثلا اسم جزیرهش حالا الان یادم نیست، جزیرهش هم جالب بود، میارزه به نظر من. البته ما دی تریپ رفتیم، صبح رفتیم
شب برگشتیم، ولی همون دی تریپش هم واقعا به نظر من اون حسه میارزه، چون ژاپن یه مسافرتی که شاید توی زندگی آدم یه بار تجربهش کنه. حالا که تا اونجا رفتید، اگه رفتید به نظرم هیروشیما رو از دست ندید. خب و واقعا به نظر من مثلا یه سری تجربیاتی رو اینجا میبینی که احساس میکنی انگار اینجا زمان یه جورایی داره به عقب برمیگرده. دقیقا. آره. ولی مساکم خیلی داشتی یه چیزی میگفتی یادم رفت. من اینقدر رفتم اومدم که واسم یادم رفت. آهان، بعد که خانمای ایرانی که اینجا بودن من باهاشون اوکی شدم دیگه، بعدش هم دو سه بار به خاطر مراسمایی که پیش می اومد من رفتم توکیو و خیلی به این جمع بانوان ایرانی و دوستان ایرانی حالا شد و هر روزم داره بیشتر میشه و همسر من میگه که به خاطر اینکه الان خیلی خان مثلا قشری که اومده فرق کرده با اون قشر 30 سال پیش، چون مثلا تو این دوره 30 ساله که تا الان باشه یه انگار که چی میگن جدایی افتاده بود، همین الان جدایی هم توی سیستم خودمونم هست، خیلی هم زیاده که آیا نمیدونم فلانی شبیه من نیست از من دور بشه و حذف، سیستم حذف ما خیلی داریم که دو ژاپن من نمیبینم، ژاپنیا هر شکلی هست رو به همون شکل قبول دارن و مثلا مادر بزرگ با اینکه میبینه نوهه مثلا با یه سبک و سیاقیه که اصلا شاید برای مادر بزرگ خوشایند نباشه، مثلا دلچسب نباشه، ولی من شخصا تا الان ندیدم که مثلا بخواد یه ریاکشنی نشون بده که مثلا یه حذفش کنن، شاید خود جوون بذاره بره چی میگم. من تا به حال ندیدم، چون چند بار مثلا توی مراسمایی بودم، مثلا مراسمایی فستیوال ورزشی ژاپن برای بچه ها اینقدر یه حس خوبی داره، من همیشه فکر می‌کردم ژاپنی‌ها بی احساسن، بعد که رفتم فستیواله دیدم که مثلا مادر بزرگه چجوری عشق میره که مثلا نوه سال اول دبستانی میدوید بعد این داد میزد کامباره، این انیمه ها رو که نشون میده کامباره اینجوری میکنن، احساس میکردی انگار اونجا زنده داری لمسش میکنی و واقعا میبینم ژاپنی‌ها احساساشون رو سر جاش خرج میکنن، همه جا نشون نمیدن. آره. نمیشه بس... همش هم ربات باشن. آخه نه ببین ماها خیلی مثلا احساس میکنم ما خیلی احساسمون رو خرج میکنیم. ما خیلی نشون میدیم. برونگرایی مثلا اکثرمون. مثلا الان تو ایران یه چیزی که الان من دارم تو فیلمایی که تو تیک تاک میبینم مراسم عروسی ژاپنی هست. توی اکثر مراسم عروس گریه میکنه، مادر عروس گریه میکنه، مثل قدیمای ایران، قدیم ایران، بعد الان تو ایران شده بی کلاسی، گریه نکنی آرایشت خراب میشه. خب ولی اینجا هنوز بول لوکسترین حالت، هم دختر هم مادر همه گریه میکنن، پدر چقدر گریه میکنه و مراسم انقدر قشنگ اجرا میشه، من همش احساس میکنم مثلا عروسی چی رو بگم مثلا خاله خودم که مثلا سال هم مثلا اونا تدایی میشه تو ذهن من و یکی از چیزهای خیلی خوبشون که من اینجا مثلا دارم لمس میکنم همینه که خیلی حرف نمیزنم، میدونی چی میگم، مثلا قراری میذارن، خب یه قراری میذارن بعد مثلا میان به هم دیگه میگن که آقا تو اوکی فلان، زنگ زنه میگه اول چیزی که ازش میپرسه میگه الان اوکی هستی برای اینکه مثلا سنسی من، زنگ زنه الان اوکی هستی که من با تو صحبت بکنم، آها چقدر خوبه این فرهنگ، این چیزی که از من میپرسه، دومی چیزی که از من میپرسه میگه ما فلان تاریخ فلان برنامه رو گذاشتیم میتونی بیای یا نه، و من مثلا میگم که خب اگه اون لحظه حواسم باشه این تاریخ چی، میگم که من نمیتونم بیام، دیگه اصرار نمیکنه، اصرار نمیکنه، اوکی باشه امیدوارم برنامه بعدی شما رو ببینم، تموم شد رفت، آی چرا نمیای، آی باید کنسلش کنی، آی چرا باید...
تو برای من برات مهم نبوده، اگه برات مهم بودم اون یکی ها رو میذاشتی به من میرسیدی. آفری. یعنی چه بچه ها نمیتونم بگم خودخواهی دارن ژاپنی، بچه ها نمیشن ژاپنی ها خودخواهی دارن. ژاپنی ها خودخواهی احساس میکنم یه مدلی هم دیگه، نمیشه که من نمیدونم تو اون مدلی هم، ولی خب به هر حال به نظر من تو این مورد حداقل از ما بهتره. ببین فا یه چیزی هم بهت بگم، ما جامعه‌ای داریم که آموزشش خیلی ضعیفه. مطمئن باش ما هم اگر ما سیستمی داشتیم که بر اساس سلام فرشته جان، بر اساس این بود که مثلا وقتی معلم میخواد وارد دانشگاه مدرسه بشه، دبستان بشه، بیان از نظر اون حرفه آموزش اون رو بسنجن، مسلماً ما هم میتونستیم الان ایرانی باشیم که باید باشیم. ما الان از جوونامون، از مادر پدرامون هیچ انتظاری نمیتونیم داشته باشیم. دایم. چون واقعاً من الان با یه استاد موسیقی در ارتباطم، داریم در یه کاری رو شروع میکنیم که میخواییم بدونیم چی کار رو بکنیم. میگه که توی که دو سه تا از لایو و چیزاش خوندم، میگفتش که ما یه غذا داریم به جامعهمون میدیم. وقتی شما یه غذا به جامعه میدی، جامعه دیگه فرق غذای بد و خوب و اینا رو متوجه نمیشه. خب در نتیجه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینا بیان رفتاری رو انجام بدن تو بستر جامعه که مورد پسند ما باشه. ما چیز مورد پسند در اختیارشون قرار ندادیم. الان دقیقا جامعه ما با همچین تحولی روبرو شده که اصلا نمیدونن به قدری ذهن آشفته شده که نمیدونن اصلا این کاری که دارن میکنن درسته یا غلط. روی این حساب اصلا نمیتونم مثلا من بگم که ژاپنیا خیلی خوبه. نه. نه، گفتم. همه چیزم البته نسبیه. آره، دقیقاً. و من امیدوارم که ما به شعر قشنگ یه تیکشو بگم، سهراب سپهری که میگه زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است. واقعاً به این برسیم. واقعاً. که اگر بچه‌مون الان بچه است، از بچگیش لذت ببره. ما تو ایران لذتامون کم شده به خاطر اینکه ذهنامون درگیره دیگه، کم شده متاسفانه. دیگه فکر این نباشیم اون برای حالا من یه سوال آخرم ازم پرسیدن. خب یه که قبل از اینکه بری من اینم جواب بدم، چون بچهای پیج منم حتما میان، حالا چه الان باشن چه بعدن، نوشته بودن دو سه نفر راجع به گیاهخواری تو ژاپن بگو. بچه خود من که گیاهخوار بودم تو ژاپن رفتم، غذای دریایی خوردم، چون که به چند دلیل. اولا که حالا تجربه منه، بعد شما بگو ببینن درست احساس من یا نه. اولا که تو ژاپن خیلی کم پیش میاد که گیاهخواری کنن، رژیم اصلی غذاییشون گوشت و ماهیه، یعنی خیلی این چیزها رو مصرف میکنن. دو اینکه تو همه چیز استاک ماهیه. مثلا ما تو ایران چجوری هر چیزی درست میکنن ایرانی ها توش آب مرغ میریزن، اونا توش آب ماهی میریزن. واسه همین ممکنه یه سوپ سبزیجات بذاره جلوی شما، ولی توش استاک ماهی هست. در نتیجه خودتون رو گول نزنید. تو ژاپن گیاهخواری خیلی سخته. دو مسئله سومی که وجود داره اینه که هست، رستوران ویگن یا ویجیتریان هم هست، ولی وقتی شما میری سفر، حالا به خصوص واسه کسایی که از ایران میرن، یه تایم محدودی ویزا داری، اینجوری نیست که هر وقت خواستی اونجا بمونی، پس باید هندل کنی اون تایمایی که داری. و دومی هزینه است. مثلا شما این بره شهری، برای اینکه بری یه رستوران گیاهی باید بری اون سر شهر، خب اینا همش هزینه است. ممکنه یه هویی تو مجموع $500 بیاد رو خرج هزینه، ولی یه چیز آپشناله. من خودم گیاهخوارم، ولی وقتی رفتم ژاپن انتخاب کردم که اونجا غذاشونو خوردم دیگه. ولی حالا میخوام ببینم شما تجربه داری، کسایی میشناسی که اونجا گیاهخوار باشن؟ دور و بریای ما که نه، کسی گیاهخوار نیست، ولی خود من شخصا مثلا وعده های غذای گوشتی رو کم کردم. نه از الان ها، تقریبا میشه آره از قبل، به خاطر اینکه من خودم تو خانواده بزرگ شده بودم که مثلا عدس پلو رو بدون گوشت می‌خوردیم،
یا مثلا ما هم بدون گوشت میخوردیم، آره چش بلبلی با برنج و بدون گوشت میخوردیم و خیلی از غذاها، یعنی شاید مادر من هفته یک بار دو بار غذای گوشتی درست میکرد، بقیهش سعی میکردیم همیشه غذاهایی بدون گوشت رو بخوریم. بعدها که یه ذره مثلا بزرگتر شدیم نمیدونم چی شد که فکر کردیم گوشت خیلی باید بخوریم، ولی الان که مثلا نوع رفتار موتوری داره میشه که تغییر کرده، احساس میکنم بستگی به اون خوراکم داره. در نتیجه مثلا الان دیروز یکی از دوستانی که فالوورم هستن یه معجونی رو برای من فرستادن که توی زنجبیل و نعنا و فلان و اینا درود به همگی درست میکنه. ما هر روز صبح چای ما توش آبیشن و زنجبیل و دارچین و پونه رو داره، یعنی اینکه از چای چیزایی که من از ایران آوردم با فلاکت رضایارم آوردم دوستان روز رو برای شما تعریف کنم. میمونید که سمیه 200 کیلو بار رو چجوری آورد ژاپن، ولی آورد 200 کیلو بار آوردی؟ کیلو بار آوردم ایران رو جمع کردی آوردی، من اینو چجوری ببرم سنومیا. آها راستی در مورد چیز که میگی با کامیونیتی، یعنی همون جمعیت ایرانی ها، من آرزوم اینه که حالا تو این تایمی که ژاپن هستم اوتسونومیا اسم شهر ماست، خب اسمش رو تغییر بدم به تهرانومیا یا ایرانومیا اگر بتونم این کارو. اگر لس آنجلس که کردنش تهران جلس، آفا ایران الان شده ایران جلس دیگه، انقدر زیاد شدن ایران جلس. آره دیگه از همه جا رفتن، من از همه جا رفتن، حالا تو شهر ما من همه جا هستن دیگه، بتونم اسمش رو میخوام بذارم ایران. خوبه چرا که نه، آره اینی درو دارم انشالله سالگرد دوم پیجه ببینیم این کار کردی یا نه. تارگت بعدیت باشه نون آخه خیلی هم مخمجم، ولی الان این آشپزخونه که داریم چیز میکنیم خیلی دوست داریم فرهنگ ایرانو و حالا غذای ایرانی، چون من بعد اون آموزش غذای ایرانی که گذاشتم تو پیجم هایلایت ها هست خیلی ریاکشن های خوبی رو داشتم بچه ها توی از خود ژاپنیا، و ما دوستای ژاپنی خیلی زیادی اینجا داریم که عاشق ایران هم بچه ها، خیلی اومدن میگفتن ایرانی ها رو چقدر میشستن، بعضشون واقعا عاشق ایران شده. آره. و واقعا دلم میخواد که ژاپنستانی روشه، پس لازم شد ژاپنستانی اومد. من شنیدم دست بختش هم خوبه. آره امیدوارم که بیاین حتما و شما هم تقرار شغل با هم کار بشین. خلاصه خیلی دوست دارن، یعنی مثلا اونایی که ایران رو اومدن دیدن، مخصوصا اونایی که 40 سال پیش ایران زندگی میکردن، آره. اون ایمیج از ایران انقدر تو ذهنشون خوبه که مثلا با یه حال خاصی از ایران تعریف کنن. حالا ما سعی میکنیم که حتما هر روز یه برنامه‌ای رو توی رستورانمون یا همون آشپزخونه‌مون داشته باشیم تا بتونیم بهتر ایران رو نشون بدیم. و الان خودت مدیر اون رستورانی تا مایه جون؟ قراره. خب دیگه بله تصمیم زود اومدم، باید یه موقعی میمدم رستوران رو زاف داده بود. دوریم ما آخه دوری، ما به شما نه ژاپن رو میگم اگه ژاپن می اومدم رستورانت هم بود حتما شهر شما هم می اومدم. من میارم دوباره. آره حتما. بچه ما نمیدونم غذای گیاهی هم بذاری تو رستورانتون. غذای گیاهی ما نمیدونم شما غذای گیاهی چی جوریه، شما مثلا تخم مرغ میخوری؟ من میخورم. آره آها، چون بعضی از گیاه ها را تخم مرغ هم نمیخورن. آره من ویگن نیستم، چون ویگن ها تخم مرغ هم نمیخورن. مثلا ما کوکو گذاشتیم، کوکو اسفناج، بعد چیز گذاشتیم، فلافل گذاشتیم توی برنامه و یک سری کوکوهایی که مثلا مخصوص ایرانه، مثلا کوکو سیب زمینی، کوکوهای مختلف که بتونیم بدون گوشت درستش کنیم. و حالا برنج هم که میکنیم این ژاپنی ها رو. نه هنوز پیج نداره بچه ها، در آینده میخوام پیجش هم بزنم، ولی بزنین اول شکلش چه شکلیه؟ توش ایرانیه کاملا؟ تو
توش ایرانی نمیشه گفت ایرانی، بخاطر که داریم با وسایل ژاپنی درست میکنیم. همه میخوام بگم اتمسفرش مثل بقیه رستوران های ژاپنی هست. آره آره طبیعی خود ژاپن میشه، نمیشه کارش کرد که اونی که میخوای برای رستوران ایرانی درست کنی خب باید جای بزرگ باشه، مانم داشت دیدی که ایرانی هم جنگل وینگل زیاد دارن. ولی ما جام خیلی کوچیکه، خیلی بزرگ نیست، مثل خود رستوران ژاپن ژاپنی دیگه، ژاپنیز استایله. ولی غذاش قرار غذا ایرانی باشه. کوبیده نمیتونیم بدیم اونجا چون جاشو نداریم. دریا جان منقلا اینا. آره آره آره. و دریا جان رستورانش بچه سایتاماس، پیجشون هم اینجا گذاشتم. بچه راستی من دوباره دارم میتونم سوال در مورد ژاپن و اومدم به ژاپن حتما لایو نگاه کنید از اول، هم لایو نگاه کن هم پیج نادرسان رو چیز کن، منشن کن که بچه های خواستن ویزای تحصیلی، ویزای تحصیل در مدارس زبان ژاپنی نه دانشگاه. بچه ما داریم در مورد این موضوع هم تحقیق میکنیم ولی هنوز خیلی اطلاعاتمون خوب نیست که بتونیم روش مانور بدیم به خاطر شرایط کرونا هم خیلی دستمون بسته شده. سوال چطوری؟ بعد و ویزای سرمایه گذاری که چجوری با سرمایه گذاری حتما رزومه‌شون رو باهاش هماهنگ کنن که بتونن حالا اگر کاری میشه انجام بدن. وای من خوابم میاد. آره دیگه الان چند ساعت اونجا؟ الان ساعت 10 شبه با اجازتون. ما خیلی هم زود میخوابیم. ببین آخه من این چند روزه خیلی دارم بال میزنم، نگام نکنید که میام. آره خسته این یه سوری میذارم میرم اون یه لحظه از زندگی اینجوری دقیقا میره بقیهش. و الان چون داریم اونجا رو آماده میکنیم بودو بودو کارهای اونجا و بچه و خونه و اینا، خلاصه خیلی بعضی وقتا دایرکتور رو جیر جواب میدم، نمیدونم کامنت ها جواب همه همین میبرد. که میای و اینقدر فعالی، یعنی جزء، یعنی من بعضی وقتا میگم ماشاءالله من که مثلا اینجا سرم خیلی از تو خلوت‌تره، تو دوتا بچه داری همش این برن و میگم ماشاءالله چقدر انرژی داره، از صبح که پا میشه هیچ موقعی من ندیدم نباشی. من خودم بعضی وقتا خسته میشم یه هفته اصلا نمیام اینستاگرام کارهای خودم میکنم، ولی تو ماشاءالله بزنم به تخته واقعا انرژی تو دوست دارم. ببین فاطمه تنها چیزی که منو چی میگن نگه داشت این بود که خود من وقتی داشتم میومدم ژاپن خیلی دوست داشتم یه نفر این کارو میکرد. آها میدیدی ژاپن عقب. من میگم شاید یه جایی که من دارم نشون میدم، قربونتون مرسی سوگو جان، یه جایی که من دارم نشون میدم برای یکی جذاب باشه، یه راهی باشه، یه دریچه‌ای باشه، شاید یکی داره میاد و با دیدن این بگه ای من نمیتونم اون هزینه هر رو بتونم چیز کنم. و واقعا از ته دلم و این انرژی رو از بچه هم میگیرم و بعضی وقتا انقدر دایرکت ها حالم رو خوب میکنه میگم دیگه باید حسابی بچستم. خدا من دوستم که بتونم حتما خیلی جمعیت زیاد، من دوستم اون جمعیتی که هست از این مطالب بتونه یه کوچولو و از یه سر سوزن استفاده بکنه و ازش یه چیزی که دوست داره به دست بیاره. بعضی علاقه دارم. مطمئن باش موفق بودی. مرسی قربونه برام پاجان، خیلی خوشحال شدم دیدمت. مرسی که منو تو یک سالگی پیج آبادی چی؟ میگم مرسی که منو به عنوان مهمان یک سالگی پیج تو وادی. قربونت برم، خوشحال شدم که قبولش کردی و اومدی. افتخار من بود، مرسی. با حضورتون تو پیج ما یک سال رو که با شما گذروندیم، بعد از اینم همراه ما باشیم و بتونیم ان شاء الله که قوی تر از قبل. قربونت برم، فدای تو بشم. ما مرسی تدوینگری نه نمیدونم کارگردانی، ما سه آدم معمولی هستیم که دوربینمون این اجازه رو داده که به شما نشون بدیم که این ور دنیا این زندگی ما چه شکلیه. امیدوارم دوست داشته باشید. مرسی باجان. بچه ها ممنونم که گوش دادین، مرسی از همه تون. حالا من هم تگ میکنم که بگم لایف تو پیجتونه، همین که هم پیج همسر فکر کنم دارم یادم نیست، اونم تگ میکنم. آره اگر پیدا نکردی از پروفایل پیجم برد. باشه باشه باشه.
قربونه مرسی تو بشه. خدافز خدافز مرسی خدا نگه. فور فور